چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق. همیهنان گرامی سلام، در هر کجا که هستید و این صدا رو می شنوید یا این تصویر رو می بینید، بار دیگر در این چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 که برابر است با 29 ماه مه 2013 میلادی در خدمتون خواهم بود تا یک ساعت آینده، قریب یک ساعت آینده. امروز از آقای دکتر ناصر زرافشان درخواست کردم که مطابق قول و قراری که در برنامه پیشین در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذاشته بودند با ما باشند. ایشان هم بسیار لطف کردند به من که با تمام مشغله‌ای که دارند این ساعت با ما هستند. همانطوری که بیاد دارید آقای دکتر زرافشان در برنامه پیشین ادامه بحث در مورد انتخابات رو موکول کردند به زمانی که کاندیداها معین بشن، مشخص بشن و اوضاع کمی روشن‌تر بشه و اکنون این چنین شده. بنابراین خدمتشون بار دیگر سلام میکنم و میکروفون رو به ایشان می سپارم. آقای دکتر میکروفون با شماست. بله، خدمت شما سلام می کنم، خدمت دوستانی که سلام می کنم، خدمت شما سلام می کنم و آرزوی سلامتی هر جا که هستید آرزوی سلامتی در بلندی براتون دارم. بله، دفعه قبل من خدمت شما عرض کردم که خب دستتم بگذاریم وقتی تایید صلاحیت شدگان و رد صلاحیت شدگان معلوم شدند، یه مقداری روشن‌تر، یه مقداری بهتر میشه جلو رو چهار قدم بدید و بیشتر بحث میشه. و همونطور که فرمودید خب حالا این مسئله روشن شده، ازش گذشته صلاحیت ها روشن شده و خود این اعلام کسانی که صلاحیتشون تایید شده بسیاری از چیزها رو روشن، بسیاری از مسائل رو ما میخواستیم پیرامونش بحث کنیم در برای صرف کنیم خودش روشن کرد جوابش دوشن. میدونید که اصولا انتخابات تو این مملکت همیشه مسئله و اصلا صد نظر از این دوره
جواب این سوال رو باید پیدا کرد که چه ویژگی از جهاز اجتماعی سیاسی در ایران هست که انتخابات همیشه فصله حاد بیشه. اگه خاطرتون باشه در داغ‌ترین روزهای بعد از سال 30 هم دکتر مصدق برنامه‌اش رو خلاصه کرد از دو تا محور، یکی ملی کردن نفت و یکی اصلاح سیستم انتخابات. بله خاطرتون هست شعار کاملا، یعنی در عرض هم عرض ملی کردن نفت مسئله اصلاح سیستم انتخاباتی اون موقع مطرح بود، قبل اونم مطرح بود، بعد اونم همیشه مطرح بود. یادتون هست خب مجلس 14 مجلس پر تلاطم بود، بسیار دلیل این در شرایطی انتخاباتش صورت گرفته بود که حضرات بعد از بقای شهریور 20 و اون اوضاع احوال هنوز کنترل چندانی روی اوضاع احوال نداشتن تا هر کسی که دلشون میخواست از صندوق بیارن بیرون، و در نتیجه 4 به هر حال که نوعی بازگو کننده خواسته ها و تمایلات و دردها و گرفتاری های مردم بودن آمده بودن بالا. و یادتون هست که چه مجلس پرتلافون بود مجلس 14 کاملا بله، اما تو مجلس 15 چون بعد از تخلیه ایران از طرف قوای شوروی و انگلیس بود، خب طبعا اون استانهایی مثل آذربایجان و کردستان رو که در اشغال نیروهای شوروی ها بود وقتی اونا تخلیه کردن ارتش رفت تخلیه کرد، چون طبیعتا ارتشی بود تخلیه می کرد اونجا، ارتشی ها رفتن که اونجا رو در واقع اشغال مجدد کردن تحویل گرفتن، و چون تو این دو استان ارتش مستقر بود هر کسی رو که شاه دیسته کرده بود به عنوان نماینده برای مجلس 15 فرستادن بالا. تو استان هایی هم که وضع اینجوری نبود و شاه و ارتش نمیتونستن در واقع لوس کنن تمام سلطنه این کار رو کرده بود، در وقتی که مجلس 15 یه مجلسی شد که دو دسته بودن کاملا، یا مرده قوام السلطنه بودن یا مرده شاه، یا خودهای اون بودن یا خودهای اون. و باز هم یادتون هست اون راه پیمایی که زنده یاد دکتر مصدق از منزل خودش تا کاخ شاه مرمر، بله کاخ اون پایین را انداخت، شعار اصلیش انتخابات درست در انتخابات مجلس 15 هم تقلب شده و مجلس 15 هم نمیتونه اینجوری انتخاباتش صورت بگیره و رفتن بعد از چکوچونه هایی که اگر اشتباه نکنم با حجیر وزیر دربار، با حجیر وزیر دربار بله بله بالاخره 20 راه داد رفتن از جمله خود دکتر مصدق اون هسته اصلی رو به ملی حزب ایران و اینها رفتن اون تو اون 20 به 4 روز تحصیل کردن و شاه رو تهدید کردن به اعتصاب قضا، مگر اینکه قول بدن تقلب نکنن. یعنی تقلب انقدر آشکار بود، انقدر روشن بود که شعار و حرف این بود که تا قول ندید باز هم تقلب نکنید تو مجلس 15 ما از اینجا تکون نمیخوریم. و بعد از اینکه شاه رو تهدید کردن به اعتصاب قضا زیر بار رفت و قول داد که مجلس 16 ما دخالت نمیکنیم. ببینید اونجا میخوام بهتون بگم من اون مقطع رو فقط مثال زدم، بعد اون قبل اون امروز دیروز همیشه انتخابات توی من بیشت مسئله بوده. این چه چیزی رو نشون میده جز این که اونهایی که در قدرت هستند، اونهایی که صاحب منفعت هستند با تمام افزارها و وسائلی که در اختیارشون هست تلاش میکنند که کسی از صندوق ها نیاد بیرون که خارج از ردیف کاری بکنه یا حتی خارج از ردیف حرفی بزنه. بنابراین این که هر طبقه یا طبقات اجتماعی برای حفظ خودش و حفظ منافع خودش سعی میکنه در انتخابات با افزارهایی که داره به اونه که در حاکمیت هستن طبیعیست که امکاناتشون از مردم عادی خیلی بیشتره، در میتونن دخالت کنن، پلیس رو دارند، نمیدونم دادگاه ها رو دارند،
پرسنل تحت سلاح رو دارن، پول رو دارن، حاکمیت رو دارن. این تعارف نیست، این شوخی نیست. و به وسیله این افسارها طوری مداخله میکنن که کسی که برخلاف میل اونها حرکت میکنه یا حرف میزنه از صندوقها نیاد بیرون. این داستان به قدری امروز مسلم و روشن شده که حتی کسانی هم که از شیوه های مختلف فعالیت و مبارزه اجتماعی و سیاسی غیر انتخابات هیچی دیگه نشنیدن و این رو مرتب تبلیغ میکنن، این اواخر مطرح خودشون به این نتیجه که تو ایران هم رسیدن که نه، با انتخابات تنها ما بارمون بار نمیشه. من یادم هست حدود اگر اشتباه نکنم سال 90 اکبر گنجی یکی از پروردگان اون موجی بود که بعد از اعزام یه سری کادرها زمان آقای رفسنجانی به انگلیس و خدمت عزیزتون برگشتن اینجا و شدن بلندگوی نولیبرالیزم آنگلوساکسون که نمایندگان اصلیش سروش و بشیریه و اینها بودند، اکبر گنجی که یکی از پروردگان این موج و از مریدان عبدالکریم سروش بود، این جریان رو به شکل روشن و رسایی توی بی‌بی‌سی فارسی توی تیر 90 برنامه نگاهی دیگر بود. من کاملا یادم هست راجب انتخابات به این شکل بیان کرد که فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا یعنی این که بدون بسیج اجتماعی و به صرف آراء صندوق‌ها نمیشه کاری از پیش برد. بله کاملا همگان بیادشون هم نهادهای این گفته اینن گفته این آدم بود که یه جوری چکیده یه طرز تفکرشون هست که نهادهای انتخابی به شرط اون که مردم سازمان یافته رو پشت سر خودشون داشته باشن میتونن بر بخشای انتصابی فایق بیاین. هدف ما کاستن از قدرت مطلقه ولی فقیه و تبدیل سلطان به ملکه انگلیسه. این عین صحبتی بود که حضرات کردن. یعنی میخوام بگم که کسانی که در دستگاه فکری سیاسیشون هم خب لیبرال دموکراسی جز انتخابات و جز مجلس و جز این نمایش چیز دیگری نبود، زندگی و عمل به اینجا رسوندشون که نه بدون بسیج اجتماعی و به صرف آرا کاری نمیشه کرد. منتها چون رو درواسی دارن به هر حال با اساس نظریه سیاسیشون میگن فشار، میگن مردم هم باشن تا نهادهای انتخابی بتونن بخشای انتصابی رو کمرنگ کنن و مسلط شن بهشون. حالا شدن و نشدنش موضوع بحث امشب ما نیست. میخوام بهتون بگم حتی کسانی نماینده این طرز فکر دستگاه فکرشون اساسا و بر این مبتنیست هم تلویحا اینو اقرار کردن به این نتیجه رسیدن که با صندوق های تنها تو این جوامع باید همچین وضعیتی، من میگویم حتی در جوامع غربی هم بار کسی بار نمیشه. برای اینکه عرض کردم هر طبقه یا طبقات اجتماعی که صاحب منافعی هستن در وضع موجود، صاحب قدرت هستن، خب این قدرت و این منافع شیرینه را سعی میکنن حفظش کنن و با افزارهایی که دارن انواع اصلاحات شیک و چیز دهن پرکنی هم براش درست کردن. مهندسی انتخابات باید انتخابات رو طوری مهندسی کرد چون که چنین شود. من نمیدونم مهندسی تعبیر و تفسیر مهندسی رو تا کجا میشه کشش داد که به جای مداخله کردن و دستکاری کردن و تقلب کردن در انتخابات بیار از کلماتی مثل مهندسی و مدیریت و امثال اینها استفاده بکنیم. انتخابات انتخاباته، اگر قراره اراده مردم منعکس بشه بازتاب پیدا بکنه این که دیگه پیچ و تاب و مهندسی و فلان نمیخواد. فقط تقلب نکنید، بذارید ببینید که به چی رأی میدن چی رو انتخاب میکنه مردم.
مطلب از این سایی تر مهندسی کردن انتخابات جز پوششی برای این که مداخلاتی بکنیم، تقلب بکنیم، کار رو به یه شکلی ببریم که به اون در واقع عروس رو اونجوری که خودمون میخوان بیاریم تو کنه. این کیفیت خب جواب سوالی که خودم طرح کردم. بله. این که چرا همیشه یکی از حادترین مسائل سیاسی تو جامعه ایران انتخابات بوده، جوابش اینه که قدرت حاکم هیچ وقت زیر بار این نرفته که ببینه بازتاب اراده مردم چیست. این خصلت جامعه طبقاتی تا رو فرو در واسی بازی هم خب هرچه باش بکنن نتیجه نداره. الان در سه تا سطح در واقع بحث مطرحه امروز تو ایران. خب یه تعداد زیادی از مردم این رو نه مجامله داره، نه باید پنهان کرد، نه رو در واسی داره. یه بخش قابل توجهی از جامعه با ساختار نظام ها مسئله، یعنی خواهان تحولی، تغییراتی، تحولاتی توی کل این ساختاره. این یه سطح مسئله است که پس در چارچوب موجود اساسا نمیتونه وارد بحثی اقدامی بشه. بله. دو سطح دیگهش در همین چارچوب، در همین چارچوب هم شما الان شاهد این هستید که یعنی در قانون اساسی در چارچوب نظام موجود با قانون اساسی موجود هم بخشی از خودی ها رو دیگه تحمل نمی کنن. درست. بخشی از خودی ها رو بر نمی تابن و یه جناح بندی هستش که خب جناح فریده است از قدرت رانده شده بیرون و هر تقلایی هم می کنه به جایی نمی رسه. بنابراین مسئله در دو تا سطح الان بین کسانی که در چارچوب موجود سر منافع با هم درگیری دارن مطرحه، یه سطح دیگه بالاتر از این است اساسا مشکل و بحث ساختاری سر کل سیستم موجود دارن. بله. از اون بگذاریم، بیاین این حضرات یه ساختار موجود هم دیگر رو نمیتونن تحمل کنن. در حال حاضر با ساختاری که با این هشت نفری که تایید کردن خدمت شما عرض کنم که آقایان عارف و روحانی خب نماینده یک طرز فکری هستن، ولایتی و جلیلی و قالیباف و حداد عادل نماینده یک طرز فکری دیگر و قرضی محسن رضایی هم به نظر من فقط به قول مطبوعات یا صفحه پر کنم برای اینکه به هر حال هیچ نمی باشه و بعضی دیگه خیلی خونت نباشه یادش به خیر مرحوم زبارهی قبل از این که فوت کنه، قبل از این که مرحوم بشه به حالی همچین نقشی داشت تو دوره های قبلی. هیچ وقتا حتی خودشان تصور نمی کرد که انتخاب خواهد شد ولی به هر حال نامزد میشد و میدونی میمده. من گمان میکنم محسن رضایی قرضیت یه همچی نقشی رو داره، اما یه طرف عارف و روحانی، یه طرف هم اون چهارتا هستن. عارف و روحانی حد اقلهای قابل تحمل در جناح فروده است در خود ساختار قدرت هستن. کسانی از اینا گندوکر رو تحمل نکردن که به تغییرندشون بیان میدون، اما جناح مقابل زیرکتر از اونه که اینا رو نشناسه، از پایگاه طبقاتیشون، از چشمنداز سیاسیشون، از هدفهاشون، از گذشتهشون اطلاع نداشته باشه، فقط برای اینکه ویترین انتخاباتی تو ویترین انتخاباتی جنس دور باشه اینها هم حضور دارن ولی هم خودشون هم دیگران میدونن که شانسی برای انتخاب شدن ندارن. عرض کنم خدمتتون وقتی برگردید میبینید که کلن اون جناح اون طرفی اکثرشون شیفته های نظریه های لیبرالیسم انگلوساکسون و گریزاخته تئوری های کسانی هستن که
عموما سرشون تو آخور سیاه و بقیه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و پرورده کنگره آزادی فرهنگی بودن که بعد از جنگ امریکایی‌ها تو اروپا درست کردن. در واقع مأموریت اصلیش هم مبارزه با چپ در جبهه فرهنگی بود. روزگار آقای آرون بود، بعد کوپر اومد، در نهایت آمد، بعد از همین کنه. و تو دوره آقای رفسنجانی یه تعدادی از این کادرها رو فرستادن به انگلیس. این بورس‌ها رو وزیر علوم آقای رفسنجانی تقسیم کرد. به حضرات رفتن، یادم هست شبتاری شب آقای روحانی صحبتش در انگلیس می‌کرد. بله من اونو گوش کردم، 45 دقیقه صحبت کرد. بله آقای عبدالکریم سروش که خب به نوعی بعداً در ایران شد مرشد بعضی از اینها، در چلسی کالج لندن تربیت شد و در ایران مبلغ کار پوپر و نظریات پوپر می پیشتر. محمد رضا تاجیک رئیس مرکز بررسی های استراتژیک سیاست جمهوری و معاون آموزشی وزارت اطلاعات در دولت آقای خاتمی در اسکس انگلستان به قول خودشون تحلیل گفتمانی در نمیست. آقای جلالی پور که در دهه 60 معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بود در دانشگاه لندن جامعه شناسی رفت خونده بود. اومد ایرانه که روزنامه های دوی خوردادی و نشاط و توس و جامعه و اینها رو راه انداخت. از جمله آقای روحانی هم البته اسم ایشون، اسم کوچیک ایشون در زمانی که در دانشگاه حقوق تشکیل داشتن و همون موقع دانشگاه بودیم اسم کوچیک چیز دیگه بود و به هر حال حالا به هر دلیل تغییر کرده. آقای روحانی هم خدمت شریفتون از همون تحصیل کرده های انگلیس هم اونجا مدرک گرفتن. اینها چون اصولا در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی قبل از اینکه تشریف ببرند به انگلستان در زمان آقای رفسنجانی و به وسیله وزیر علوم آقای رفسنجانی با اون بورسا چیزی واقعا از دنیای پیچ در پیچ سیاست و نظریه های نو و فعالش نداشتن و تمام دنیا در نظرشون باورهای مذهبی و تفکی سنتیشون بود، اون چرا که در انگلستان بهشون تحویل داده بودن فکر کردن وحی منزله، عنوان یه چیز دیریافتهی ولی چیزی که خیلی بدی و تازه و به نظرشون تخفه بود. ذوق زده اینها رو تنها کلیت های مسائل اجتماعی تصور کردن و آمدن به ایران. عمدتاً بعد از دوره آقای رفسنجانی سرازیر شدن، برگشتن و شدن مبلغ اون نظریه. خدمت از کنم خدمتون بیشتر مورد انگلیسا و عرض کردم نظریه پردازان کنگره آزادی فرهنگی، بلندگوهای نظریشون تو ایران سروش و بشیریه بودن تا خودید. بحث ها پلورالیزم دینی بود، جامعه مدنی بود به تفسیر جورج سوروس، پیوند دینداری و تجددخواهی با الگوی انگلیسی جان لاک که جان هیک و جان کین و این حرفا زیر و روش کرده بودن، احتیاج کرده بودن، بحث رو نو کرده بودن و خب به هر حال یه همچه پیشینه ای دارن. من این مختصر رو عرض کردم برای اینکه بگویم جناح مقابلم زیرکتر از اینه که نداند مثلا آقای روحانی پیشینش چیه، چه کار است، چشماندازش کدومه، برنامه هاش چجور، برنامه های سینا رو میدونه مسلمه. به نظر بنده حضور امثال آقای روحانی و عارف در واقع برای جور بودن جنس ویتمینه، چیزی دیگه تو کار نیست. اون دو تا هم عرض کردم چه نفسی دارم، آقایان قرضی و اون یکی دوستانه میمانه. در واقع از این 8 نفر 4 نفر به طور جدی میدون هستن، میشه روشون فکر کرد که این 4 تا کاملا نمایندگان یک طرز تفکر معینی هستن
من تو یه بخشی هست چون میگم راجع میکنید. بله. اینه که همیشه هم میدونیم آقایان ولایتی جلیلی و قالیباف و عداد و عادل، حالا آقای قالیباف یه مقداری زاویه داره و تو بعضی زمینه هم آدم های خیلی ارزشی نداره، کمدان خوشی به ایشون ندارن، ولی همه شون دست آخر پرورده یه. من یادم زمانی که طرح محدوده ترافیک رو برای تهران شهرداری تهران مطرح کرد، با آب و تاب و استدلال می گفتن که هوای تهران آلوده است، رسیده به مرز خطر، آمار می دادن از کسانی که از من رفتن تو سنین بالا به علت سکته، به علت نارسایی، نمی دونم ریه و قلب و این صحبت ها تو روزهای آلوده. و بنابراین لازم است که محدوده برای تهران در نظر گرفته بشه که کسی تو این محدوده تردد نکنه. من. و بلافاصله شروع کردن به فروختن این محدوده. الان تو تهران کسانی که هستن اینا تابلوهای نصب کردن که جریمه چرا؟ من کسی که بره تو محدوده در ساعت ممنون جریمه میشه. بیایید پول بدید بخرید و برید تو محدوده. ظاهرا اجزاز اون ماشین هایی از دیدگاه شهرداری تهران، اجزاز اون ماشین هایی که اون پول رو برن بدن دیگه آلوده که تولید نمی کنه. بازار براش درست کردم که آلودگی نفسش مهم نیست، آلوده بکن ولی پولش رو بده. بنابراین هر کس پولش رو بده بخرد این حق رو تو بازارش، حتی حق آلوده کردن و کشتن دیگره، این منطق ببینید کاملا منطق سرمایه. عجیبه. بله. همه شون هم نقش حالا به دیسان رو حالا بازی میکنن، متوجه نیستن که اینا پیش از این که کاندیدا بشن برای ریاست جمهوری هر کدام یه جای سرنخی دستشون بوده و یه سابقه از کارهاشون از فعالیتشون هست. این یکی نمیدونن در مجلس، آن یکی در شهرداری، آن یکی در جای دیگری، و عمل کردشون خب تو اون قسمت قبلی که جلوی چشم مردم هست. یک باره ظرف این در 20 روز همه قهرمانان و قدرتمندی شدن که نه تنها مسائل ایران بلکه مسائل دنیا رو هم میخوان حل کنن. همه عالم امور اقتصادی شدن، راجع به تورم و نقدینگی و عدم اشتغال و گرانی و نرخ ارز و طلا و مسائل اینا چپ و راست اظهار نظر میکنن، در حالی که اگر از اکثر این جماعت تعریف اولیه اما روشن این مقولات رو به توصیب لنگ میزنن، ولی خب تو کلی بافی همه بحث تورم میکنن، همه بحث اقتصادی میکنن، همه میخوام چنین، اگر آمدم چنین میکنم چنان میکنم، بدون توجه به این که امکانات عینی شما چقدره، تو چه شرایطی با چی کار. بله. و عرض کردم قافل از این که یکی یکیشون قبلا پست مسئولیتی در جاهای دیگه غیر از ریاستشون داشتن و مردم میدونن این پهلوان پنبه ها تا چه حد توانایی دارن. کلیاتی راجع به گرانی، بیکاری و مقولات دیگه اقتصادی و سیاسی بدون اینکه مانعی در برابرشون باشه. خب این حتی جنده جنده رو میشه زد، حتی حرف قشنگ کلیات هم نباشه، حرف زدن، حرف خوب زدن کار راحتیه. بر صورت با یه همچی وضعیتی رو به رو هستیم و خدمت عزیزتون عرض کنم بله. داستان سوای اون دوتا به چهار نفری محدود میشه که انتخاب بین اونها، انتخاب بین پپسی‌کولا و کوکاکولا. بله. و عرض کردم اکثریت بزرگی که امکان آنچنان برای ادراج ارادش رو الان نداره اصلا با ساختار موجود مسئله داره و هیچ نظامی نمیتواند مدعی جاودان بودن خودش باشه. بله بله. ناموز هستی، ناموز زندگی تغییره و از این حرفا بسیار بوده و اینطور که به نظر میرسه برخلاف دوره قبل که در واقع حد اکثر ممکن مشارکت رو میخواستن، انتخاباتی با حد اکثر ممکن مشارکت داشته باشن، خود احوال حکایت از این دارد که این بار یه انتخابات حد اقلی اما قابل کنترل که از مهار خارج نشه در دستور کار قرار گرفته.
آقای دکتر خیلی ممنون از این گروه انتخاب، یعنی از شورای نگهبان گذشتن و تایید شدن صحبت فرمودید. میخوام از شما سوال کنم در مورد اونهایی که صلاحیتشون رد شد. بله. و در رأس اونها آقای هاشمی رفسنجانی. بله. ایشان صحبت‌هایی بعد از رد شدنش کرده، من جمله گفته که ایران رو میخوان تجزیه بکنن و میدونید، حتما شما بهتر از من میدونید که چه حرف هایی. صداتون خیلی خراب شد. عرض میکنم که رفسنجانی صحبت هایی کرد که شما از آن اطلاع دارید، در مورد تجزیه ایران، در موارد مالی، در موارد ارضی. صدات خیلی خرابه، مفهوم نیست اصلا. اجازه بدید پس دوباره بگیرم. دوباره میگیرم. همیان گرامی از شما عذر میخوام که چنین وضعی پیش میاد. دیگه این تلفن این روزها به خصوص در دوران انتخابات choosing 011 communication است. امیدوارم دوباره بگیرم. After the dial tone, please enter the number you wish to reach or press pound for more options. Dialing. Please hold while we connect your call. In صدای زنگ، صدای الان شفاف. بله، صدا رسید، الان میرسه. بله بله الان. خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال میکردم از گروه کسانی که رد شد صلاحیتشون و در رأس آنها آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی پس از مردود شدن صحبت هایی کرده که حتما شما اطلاع دارید، من جمله تجزیه ایران این گونه. چرا ایشون حالا میاد این حرفا رو میزنه؟ قصد او چیست به نظر شما؟ عرضم خدمتتون، اولا این قضیه خب یه تضاد آشکار قضیه آقای رفسنجانی توش برای من هست. از نگاه به هر حال کسانی که تو خود سیستم و داخلش، ببینید ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. بله. شما دونه دونه اینا رو با تأمل فکر کنید، مزمزه کنید. بله. مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهرا چیزی بالاتر از این نیست. ایشون رئیس اون مجمعه. چگونه است که اولا رئیس مجمع تشخیص بعد یک نظام صلاحیتش برای شرکت در انتخابات از طرف خود اون نظام رد میشه؟ پس اون تشخیص مصلحت چقدر ارزش داره؟ ماهیتش این تضاد، میدونید تضاد شوخی ساده ای نیست و ما به یه همچین نقطه ای رسیدیم. اما من گمان میکنم اون صحبت هایی که آقای رفسنجانی کردن و دولت مردان این مملکت فقط وقتی که به یه ناکامی نظیر ناکامی فعلی آقای رفسنجانی برخورد می کنند زبونشون با می شه و حرفشون می زنن یا مصالح مردم رو پیش می کشن هر 4 سال یه بار، 8 سال یه بار، وقتی که یه همچین اختلافات بین خودشون یه همچین نقطه حاد می رسیده، اینا واکنشیست طبیعیست در مقابل اون اتفاقی که افتاد. یه همچین واکنشایی چیز جدی، هر چیز جدی اونجوری پشتش نیست. واکنش شخص ایشونه که اگر من نباشم جهان ویران خواهد شد. نه اینجور نیست. من یه مطلب رو میخوام عرض بکنم. ما در ایران مشکل آزادی داریم، اما حل این مشکل از تاریخی به گردن ما، هیچ کسی دیگه در این زمینه نه مسئولیتی داره نه مایه خواهد گذاشته.
هیچ نیروی تجاوزگر عرصه بین المللی برای ما آزادی بخش نیست. به هیچ عنوان. ملت ما ضربه سنگین رو از امریکا و انگلیس در 28 مرداد 32 خورده. و این ضربه رو حالا تو چه قالبی، چه کسانی سوار موج شدن، ولی دو سه دهه بعد این ضربه رو پس زده به امریکا. این رو نباید فراموش کرد. کسانی که رفتن نشستن و تلاش دارن میکنن قیافه رهایی بخش به امریکا یا به غرب بدن، نباید فراموش بکنن که اگر ما مشکل آزادی در ایران داریم که داریم، حل این مشکل به عهده خودمونه. این بدهی ماست، بدهی ما از رقمونه به تاریخ خودمون. یا ارزش داریم، میتونیم حلش کنیم، به آزادی برسیم، به هاشم خودمون باید پرداخت کنیم. اما به هیچ وجه این توجیهی نیست برای اینکه امریکایی که اون بلا رو در 28 مرداد 32 سر ایران آورد، ما بریم حالا به بهانه دموکراسی و آزادی بخوام استقلالمون رو پیش پاش بریزیم. نه، اون سیلی که امریکایی‌ها به ایرانی ها زدن رو پس خوردن، اون سیلی رو 20 سال بعد. و این رو نباید فراموش کرد که داستان چه بود، چه کردن، چه بر سر ما آوردن. ممکنه نسل جوان امروز چون این حافظگی تاریخی درد عمده جامعه ماست از لحاظ سیاسی، ولی من و شما که تا حدی شما از منم بیشتر و کسانی که سنشون 4 روز از ما بیشتر هست که میدونم که سه 28 مرداد چی بود، میدونم که سه بحران نفت چه بود، میدونم اون دهه اصولا بعد از شهریور 20 و به خصوص از مجلس 16 به بعد داستان چه داستانی بود. اون مبارزات رو میدونن مردم. وقتی حکومت نظامی، اون رژیم حکومت نظامی اعلام میکرد تو آبادان، مردم جلوی تانک ها خوابیدن، پاهاشون قطع شد، تانک ها از روی پاهاشون رد شدن رفتن. میدونن که داستان نفت چه داستانی بود و مصدق چه کرد. و وقتی تمام ترفندها، تمام بازی ها رو کردن به نتیجه نرسیدن، اون کودتای ننگین رو تو ایران کردن. اونو که نمیشه فراموش کرد. به هیچ عنوان. برای جای خودش هست. ما نمیتونیم بریم باشیم زیر بال و پر یه قدرت متجاوز جهانی، حالا تحت این عنوان که آزادی ما اینجا لگدمال شده میدونیم. در این آزادی رو هیچ کس جز خود ما هزینش نباید بده برای تامینش. و مسئولیتی است که هیچ کس در لازم تاریخی بوده، هیچ کس جز خود ما نیست، از هیچ کس هم حل این مسئولیت خود ما ساخته نخواهد. بنابراین خب آقای رفسنجانی به هر حال نماد اون طبقاتی، نماد اون چیز اجتماعی هست که یه جوری سرنوشتش رو پیوند زده با بیرون، با قهر دنبال اون هست. و عرض کردم جناح مقابل هم زیرکتر از اونه که نشناسه و تو این جماعت دونه درشتراش از زنده خود آقای رفسنجانی خود تعمل نکرد. فقط برای اینکه بیتین حالا جنسش دور باشد، آقای عارف، آقای روحانی، دیگران هستن، اینا حد اکثری هستن که رضا دادن حضورشون ده. به حضورشون رضا دادن یه ماجرا. صحبت های آقای رفسنجانی هم یه جور واقع کنشه در واقع در برابر اتفاقش گفته، اما خب خود این اتفاق قابل تأمله. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنونم. امیدوارم تا قبل از انتخابات بازم این شانس رو به ما بدید که هرچه نزدیکتر میشیم روشنتر میشه مسائل بازم و بتونیم در حضورتون از اطلاعاتی که به ما میدید استفاده بکنیم. در خدمتتون هستم. خوشحالم از این که هستم خدمتتون. آرزوی سلامتی براتون دارم تا هفته های آینده. قربانتون، خیلی ممنونم. شب شما بخیر در ایران. قربان. همیهنان گرامی، اجازه بدید که به یک کلیپی که
تقریبا نزدیک به یک ساعت هست در روی سایت چه باید کرد الان وجود داره. استدعا میکنم اگر هم الان وقت ندارید که گوش بکنید این رو، البته به انگلیسی است، اگر وقت ندارید گوش بکنید بر روی اون رایت کلیک بکنید و آدرسش رو که میاد، URLش که میاد با رایت کلیک که میکنید اون رو روی ورد میتونید ورد رو باز کنید و کپی کنید اونجا بذارید که بعدا تماشا کنید. من چند روز این رو کلیپ رو نگه میدارم. این کلیپ صحبتیست که جرمی سکیهیل و نوام چامسکی انجام میدن، صحبت میکنن بر سر Dirty War، در واقع اسم کتاب و فیلمی هست که جرمی سکیهیل کتاب رو نوشته و فیلمش هم ظرف چند روز آینده در ماه اوائل ماه جوان به سینما خواهد آمد که حتما باید اون رو دید. این کلیپ و صحبت جرمی سکیهیل و نوام چامسکی بسیار بسیار روشنگره که امریکا داره چه میکنه و داستان این جنگ های کثیف، اگه بشه ترجمهش کرد Dirty War، چیست و امریکا دنبال چیست. این کلیپ رو حتما ببینید و به دیگران هم بگید که ببینن. مسئله دیگه ای که در پایان این ساعت قریب اجازه بدید، بله 8 دقیقه دیگه میتونم صحبت کنم، گزارش مالی است که خدمتون بدم در ماه جاری، ماه مه، از ریچاردسون تگزاس، دوستان بسیار عزیز من که سال هاست واقعا هر ماه $50 به برنامه کمک میکنن، باز هم $50 در ماه مه از اونها رسیده. از اوکلاهوما دوست دیگری که خود پروفسور دانشگاه بازنشسته ولی بسیار فعال در کار سیاسی است، لطف کردند و $300 کمک کردند به برنامه. از آلمان دوست همیشگی که $10 همیشه دادند و میدن، باز در ماه مه ازشون دریافت شد. از کانادا دوست جدیدی که البته وقتی من میگم جدید برای اینکه تا حالا باشون صحبت نکرده بودم، یکی دوبار تلفنی صحبت کردم، در کانادا تشریف دارن و بیننده دائمی برنامه های پند تاریخ هستن، $1000 کمک مالی کردن، از ایشان بسیار متشکرم و امیدوارم که برنامه همچنان مطابق میلشون باشه. و از ویرجینیا هم دوستی که همیشه حمایت مالی و معنوی از این برنامه کردن، $10 پرداخت کرد. دوستی تلفن کرده بود از ملیون و میگفت که شما که دیگه خرجی ندارید، که برای اینکه روی اینترنت هستید و خرجی ندارید. خب نمیشه که خرجی نداشته باشیم، ولی ایشان به هر صورت خواستن که شاید بگن که وظیفه‌ای هم ندارن که حمایت مالی بکنن. ولی عزیزان
من اونجوری که میدونید افتخار دارم و به حکم وظیفه، به حکم وظیفه، فراموش نکنید این وظیفه من هست، هیچ وظیفه دیگه‌ای تا پایان عمر نمیشناسم، که همین قدم‌های کوتاهی که برمی‌دارم و ظرف وارد 11 سال شد که الان به صورت برنامه‌های تلویزیونی، مقاله، سایت، سایتی چه باید کرد، اینها رو ارائه میکنم خدمتون، بسیار کوچکه ولی این کاری است که ادامه خواهم داد و هرگاه حمایت شما باشه، نه تنها حمایت مالی، حمایت معنوی شما باشه، مالی شما باشه، هر دو، من بیشتر میتوانم به انجام وظیفه بپردازم. لذا اون دوست عزیزی که میگفتن شما که دیگه خرجی ندارید، خدمتشون عرض بکنم که اولا من بالغ بر بارها عرض کردم و باز اصرار میکنم و تکیه میکنم، بالغ بر 500,000 دلار هزینه کردم و وظیفم بوده برای این برنامه آفرم، وظیفم بوده، افتخار دارم که توانستم این کار رو بکنم. خب حالا آیا با توجه به این مبلغی که تا کنون پرداخت کردم، با توجه به هزینه هایی که این سایت داره، سایت چه باید کرد و این برنامه ها داره، هزینهش صفر نیست عزیزان، هزینه داره برای اینکه در ایران بتوانم سایت چه باید کرد رو ببینن، من یک هزینه ویژه‌ای میدم که در ایران بدون فیلتر بتونن دسترسی داشته باشن به این سایت. و به هر صورت حمایت‌های مالی شما بهتون قول میدم و همیشه میتونید از من بخواهید که ریز جزئیات هزینه‌های من چه بوده و چه خواهد بود در مورد این وظایفی که انجام میدم، همیشه در خدمتتون خواهم بود. تلفن منو دارید، ایمیل من رو دارید و من موظفم که به شماها که حمایت مالی کردید گزارش دقیق بدم و خواهم بود. از محبت همان دوست عزیزی که این اظهاراتو میکردن باز هم ممنونم و از شما ممنونم و از آقای دکتر زرافشان واقعا باید تشکر کنم بار دیگر که ایشان واقعا هیچگاه وقتی که تماس باشون گرفتم، تماس با ایران این روزها بسیار سخت، ولی وقتی تماس گرفتم همیشه در این مشغله‌ای که دارن و من شاهدم و میدونم از دور که چه مشغله‌ای دارن، همیشه با ما بودن. روز یک شنبه آینده امیدوارم در ادامه صحبت‌های پیشین با آقای دکتر فریدورد رئیس دانا باشم که هم در مورد انتخابات و هم در مورد بحث‌هایی که می‌دانید چند هفته است با ایشان دارم که برآمده از سوالی است که چند تا از شما عزیزان از من کرده بودید، یعنی از ایشان کرده بودید از طریق من، باز هم ادامه خواهیم داد. ضمناً هر سوالی که شما عزیزان از من، از آقای دکتر رئیس دانا، از آقای دکتر زرافشان دارید، از طریق ایمیل، از طریق تلفن میتونید با من در میان بگذارید و من از ایشان خواهم پرسید یا اگر از من سوالی دارید جواب خواهم داد و در خدمتتون خواهم بود. وقت ما به پایان رسید، تا یک شنبه آینده با شما بدرود میگم و مثل همیشه زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا. روز و شب خوش باد.